سلام مهنازم، چطوری قشنگ بانو؟ عزیزمی قربونت برم، چه خبرها؟ چه عجب حالی از ما پرسیدی؟ عزیزمی قربونت برم، جاریم جاریم چی بگم، اون همش فتنه است. آره آره بابا، مگه میشه یه هفته ای باشه که اون داستانی درست نکنه؟ والا به خدا قربون، آره آره داستانم درست کرده اتفاقا. بذار برات تعریف کنم. مهناز آی مهناز، من که میگم خارشی روزگار خار، میگم امان از جاری، این چه موجودیه به خدا؟ چرا انقدر کینه ای؟ اصلا جاری به درد نمیخوره والا به خدا. آره ببین دختر گوش بده، من یه هفته پیش جاریم زنگ زد همین مونا، آره گفتش که شب یلا همه خونه ما دعوت، یا هم شما هم گم ماما اینا دعوت کردم، ازش هم مادر شوهرم اینا بود. بعد من تعجب کردم، با اصرار باید بیای. من تعجب کردم گفتم ای چه عجب، آفتاب از کدوم طرف در اومده، این مثلا اصرار میکنه ما شب یلا بریم خونه شون. آره دقیقاً، اصلا گفتم چه خودم گفتم گلباروش روزگار، این بیچاره خیلی هم بد نیست. آره دختر گوش بده، بعد نگو با برنامه بوده دیگه، فقط برنامه‌ش اینه که منو بسوزونه، همین برنامه جاری من اینه، برنامه دیگه نداره تو زندگیش. یه چیزی که اون رو مادر شوهرم اومده و خونمون گفتش، حرف می‌زد و اینا، گواره مونا مثل اینکه دوباره تمام وسایل خونه‌شو عوض کرده، همه نو گرفته. اصلا من همینجوری موندم، گفتم وا مامان جون مگه دو سال پیش کل وسایل خونه‌شو عوض نکرده بود، چه خبره؟ حالا برای اینکه چیز مادر شوهرم با سیاسته، نه جلوی اون از من بد میگه نه جلوی من از اون بد میگه. آره گواره مادر دلش خواسته دیگه، دوست داره تنوع داشته باشه، چیکار کنه بنده خدا، دلش تو زندگی خوش باشه. آره خیلی زرنگه. منم سری گفتم والا من یه دونه آفتابه میخوام تو زندگی عوض کنم، دست دلم میره از اسراف نباشه، خودمو خوب نشون دادم. خیلی زرنگم خیلی. آره دیگه اونم هیچی نگو، میگم خیلی با سیاسته. آره آره گفت مادر چی کار کنم، باید دلش تو زندگی خوش بشه، تام خرید کن، تام واسه خونه تو عوض کن. من گفتم ما پول نداریم که. آره بابا خیلی وضع مالی شهرش خوبه، شانس هم داره. آره دختر گوش بده، بعد من فهمیدم که این مونا انقدر اون روز اصرار میکرد که چیزه بیای خونم و شب یلدا به خاطر این بود. والا به خدا من اصلا رو تعجب کردم چطور مورد زنگ زده با اصرار دعوت میکنه، منم کم نیوردم، سریع همون شب زنگ زدم گفتم آره مونا جون ما یه برنامه پیش اومده، مامانم دعوت کرد و فامیلمون هم دعوت کرد، بعد بریم اونجا دیگه، حالا شب بعد از شب یلدا میایم خونه شما. اصلا می‌خواستم نرم، علیکی گفتم شب بعد از شب یلدا، میدونستم اون میخواد یه دعوایی رو بندازه که من نمیخوام برم، بعد چیزه منم بهونه‌ای باشه که اصلا نرم خونش. آره بابا ببین همونجوری که پاچه خاره خب پاچه گیرم هستش، چه پاچه‌ای از من گرفت، نه باید بیای همون شبم، باید بیای، تو اینجوری هستی اگه همون شب بپیچونی شبای دیگه هم میپیچونیم. به خدا همونجوری گفت، گفتم وا مگه دعوت با دعواست؟ آره گفتم بهش، گفتم مگه دعوت با دعواست؟ نه اگه ما جای دیگه برنامه داریم، چون میدونم اون شب فقط میخواد منو بسوزونه، نمیرم اگه من رفتم مهناز جان اسمم عوض میکنم. نه بابا مونا عددی نیست که، والا جاریمو سوسک میکنم، ببین من یه انگشت به اون بزنم پودر شده، والا به خدا. عزیزم قربونم، نه نمیرم، فقط خواستم بگم که چقدر این برنامه است. آره چه برنامه هایی درست میکنه که منو بسوزونه. قربونت برم عزیزم، مرغ خود باش، من کلی ظرف نشسته دارم برم اینا رو بشورم دیگه. عزیزم قربونت برم، مرغ خود باش، فردا بشم، خدا نگهدار عزیزم.